سلام خدمت هموطنان عزیزم، امروز میخوایم از سال 1950 جنگ کره شمالی تا به امروز صحبت کنیم. سال 1950 حمله به کره شمالی رو انجام میدن، دروغهایی میگن که کره شمالی ها حمله کردن، در صورتی که خودشون حمله رو شروع میکنن، غربی ها بمبارون میکنن، زیرساخت های کره شمالی رو از بین میبرن. به خاطر همینم کره شمالی ها مردمش از آمریکا خیلی نفرت دارن، این دلیلشه. سال 1953 دولت ایران که اون موقع محمد مصدق بوده رو سرنگون میکنن، کار بعدیشون بود از طریق یه سری لات و لوتا مثل اون شبان بیمخ که اشتباه نکنم با یه پولی حدود $10,000 که خرج میکنن، اینطوری البته گفته میشه، میتونه بیشتر یا کمتر باشه، دولت مصدق رو که دولت رسمی ایران بود و سرنگون میکنن، از بین میبرن که کس دیگه ای رو جاش بیارن. سال 1954 دولت گواتمالا رو سرنگون میکنن. Allowing us to see this exhibit of communism in Guatemala. و این کار ادامه پیدا میکنه تا سال 1961 که تلاش برای سرنگونی دولت کوبا میکنن. در حمله ای که به جزیره خوک ها میکنن، اینا سعی میکنن که به اصطلاح دولت کوبا رو اون موقع از کار بندازن و دولتی رو که خودشون میخوان سر و کار بیارن. در اینجا موفق نمیشن، مثل گواتمالا یا مثل ایران دولت مصدق موفقیتی ندارن. در عرض 72 ساعت متجاوزین دستگیر میشن و روانه زندان میشن، یه سرشون هم که کشته و زخمی میشن. سال 1964 جنگ ویتنام رو با بمبارون شروع میکنن و این رو طوری جلوه میدن که انگار ویتنامیا شروع کردن با جنگ و این کار رو ادامه میدن. حدود 11 سال طول میکشه. جنگ ویتنام یکی از جنگ‌های وحشتناک بوده. توی این 11 سال یه چیزی حدود 3 میلیون کشته به جا میذاره. از بمب‌های ناپالم استفاده میکنن، بمب‌های سوزنده هست که مینداختن، طوری بود مثل قیر که میچسبید به بدن، حتی بدن رو میسوزند، از بین میبرد، کلی رو اینجوری از بین بردن. آخرش هم که از یک ماده شیمیایی به نام ایجنت اورنج، فکر میکنم اینطور تلفظ میشه، استفاده کردن که این ماده شیمیایی کلی رو در جا میکشت یا به مرور زمان. و الان که چندین سال از این جنگ گذشته هنوز آثارش هست. الان توی ویدیو عکسایی رو که میبینید بچه هایی که متولد میشن هنوز هم که هست عقب افتاده هستن، یعنی اصلا جنایات بی حد و حساب. این تمام کارهایی که تا حالا از سال 1950 تا الان جنگ ویتنام انجام دادن. سال 1973 دولت آلنده در شیلی رو سرنگون میکنن و دیکتاتوری به نام پینوشه رو سر و کار میارن. پینوشه یکی از اون دیکتاتورهای من بهش میگم آدمخور هست که مثل خمینی و خامنه ای رفتار کرده، کشته و در ضمن اجساد رو برمی‌داشت. این شخص اجسادی رو که از این کشته شده‌ها بود، مخالفینش رو بهتر بگیم، می‌برد توی دریا می‌انداخت که حتی براشون نتونن ختمی چیزی بگیرن. یکی از دیکتاتورهای خیلی خیلی واقعا معروف میشه گفت بودش. سال 78 تا 79 ایران به اصطلاح انقلاب می‌کنن و خمینی رو تحمیل ایران می‌کنن. خمینی رو که چندین سال در عراق پرورشش کرده بودن، خرجش رو داده بودن، البته از جاهای دیگه خرجش تامین میشد از خود ایران با خمس و زکات، ولی پشت سر اینها همون غرب بود که میارن ایران و جنایاتی که انجام میشه رو همه رو خودتون میدونید. زمانی که خمینی رو داشتن ایران می آوردن، فیلمش اگر دیده باشید یادتون هست، از خمینی سوال کردن احساست چیه؟ جوابش این بود هیچی. یعنی هیچ احساسی به این مردم، به این ملت، به این کشور این شخص نداشته. سال 1978 که به اصطلاح انقلاب شد، خمینی رو آوردن. کمی بعدش CIA اومد مجاهدین رو در افغانستان، اینا رو به اصطلاح زیر تحت کنترلش گرفت و اینا رو پرورش کرد، بهشون اسلحه داد و اومد اینا رو انداخت تو جون به اصطلاح روسا، شوروی اون زمان، که بینا اومد اسلحه های خیلی مدرن داد که حتی هلیکوپترها رو میتونستن بزنن و از این طریق موفق شدن که روسا رو شکست بدن و
از افغانستان بیرون کنن. البته تنها CIA نبود که اینجا مجاهدین رو به اصطلاح خرجشون رو میداد یا تربیتشون میکرد، عربستان و بعضی کشورهای عربی هم خیلی کمک کردند. آیا ایران در این کار دست داشت نداشت، اون دیگه مسئله دیگه ای هست، در اینجا جای صحبت نیست. سال 1980 تا 86 اگر اشتباه نکنم اومدن صدام رو یاری کردن، کمکش کردن، به ایران حمله کرد و این جنگ خانمانسوز رو شروع کردن. سالها تو این جنگ کلی ایرانی رو به کشتن دادن، ایران رو جنوب و کلن از بین بردن، گاهگداری هم راکت به شهرهای دیگه ایران می زدن. بعد صدام هم به صدام اسلحه میفروختن، بعدها معلوم شد که به ایران هم آمریکا مستقیم اصلا یا از طریق غیر مستقیم اسلحه میفروخته. کشورهای مختلفی که ظاهرا مخالف این رژیم ایران بودن ولی در اصل در پشت پرده به این رژیم کمک میکردن. سال 1986 پرزیدنت ریگان به لیبی حمله میکنه. همطور که میبینید پشت سر هم همش جنگ بوده از سال 1950 تا حالا. تازه اینها جنگایی هست که من دارم تعریف میکنم، جنگهای کوچکتر دیگه، جای دیگه، به صورت دیگه هم وجود داشته. سال 1990 ارتش عراق وارد کویت میشه. وارد کویت میشه چون یک خانومی که اون موقع سفیر آمریکا بود به نام نگاه کنم اپریل گلاسپی، فکر میکنم تلفظش رو درست گفته باشم، سفیر آمریکا در عراق بود، به صدام میگه که راهی رو که شما میری درسته، میتونی به کویت حمله کنی، خرجایی رو که داشتی توی جنگ با ایران از این طریق در بیاری. که صدام هم مثل همیشه نادان دوباره قول این آمریکایی‌ها رو میخوره و حمله میکنه به کویت. طولی نمیکشه که آمریکایی‌ها فوری میان میگن صدام به کویت تجاوز کرده و حمله رو شروع میکنن که ویدیوهاش هست میبینید و اینطوری صدام رو از کار میندازن. صدام آخرش هم که میدونید اعدام شد و این آینده اونایی هستن که الان تو رژیم ایران هستن و دارن این کارها رو میکنن، مثل صدام، مثل قذافی و مثل کسای دیگه، و اصلا به این فکر نمیکنن آخر عاقبت اینا چی شده، چی بوده. اینایی که تحت حمایت به اصطلاح غرب یا شرق بودن آخرشون آخر عاقبتی نداشتن. حالا چرا رژیم ایران نمیخواد درس بگیره، اون هم یک سوال دیگه هست. سال 1999 حمله، این خیلی جالب هست، باید این رو بگم. قبل از این البته یه توضیح بدم، تو این جنگ عراق یه مدت هم تحریم بود عراق، اینجا رو من فراموش. تو این تحریم ها یه چیزی حدود 500 هزار تا بچه فقط مرد از بیدوایی، بیغذایی و یا مرضای مختلف. تو اون زمان یک ژورنالیستی میاد از خانم مدلن آلبرایت که وزیر امور خارجه زمان بوده، آمریکا در اون زمان بوده، سوال میکنه آخه این جنگی که تو عراق کردین، تحریمی که کردین، آیا آخه فایده‌ای هم داشته؟ 500 هزار تا بچه فقط مرده. جواب این خانم با خونسردی بله بوده، بله فایده داشته. ویدیوهاش از خودتون میتونید ببینید. سال 1999 حمله به صربستان میکنن که اون زمان یوگسلاوی به اصطلاح، و میان اونجا هم دوباره با دروغ میگن که بله اینا اومدن کارهای اجباری درست کردن، یک سری از اینا رو گرفتن، از خود رو گرفتن و توی زندانها و این ور اونور ازشون کارهای اجباری میگیرن، کار غیرقانونیه که البته اینم دروغ بزرگی بود، و به این طریق اون زمان حمله میکنن. و جالب اینجاست، اون زمان در آلمان که آلمان هم درش شرکت میکنه تو این حمله، ناتو کلن شرکت میکنه و حمله در اروپا هم هست، این جالب هست. میخوام ببینید که واقعا جنایات اصلا حد و حساب نداره، زمان و مکان هم نداره، هر جا به نفعشون باشه این کارو میکنن، چون میخواستن یوگسلاوی رو تجزیهش کنن که کردن و تبدیل شده به چندین کشور کوچیک و کوچکتر که الان میتونن به اصطلاح هر کاری میخوان باهاش بکنن. در اون زمان همطور که گفتم در آلمان دولت آقای شرودر و یوشکا فیشر سر کار بود. یوشکا فیشر مال گروه سبزها که به اصطلاح با طبیعت سر و کار دارن هست. حرف اینها این بود که آلمان، ارتش آلمان هیچ وقت نباید که به هیچ جای تجاوز بکنه و اصلا سرباز بفرسته. وقتی گروه سبزاشون این کارو میکنه دیگه شما حساب کنید که بقیه گروهاشون، بقیه حزبشون چطور هستن. در هر صورت این از این طریق
به ضربستان حمله میکنن و کارهایی که میخوان بکنن انجام میدن، کسایی رو که میخوان بزنن بره کنار میزنن بره کنار، آدمای خودشون رو میارن سر کار. سال 2001 حمله به برج‌های آمریکایی میشه و همون زمان اینو میندازن به اصطلاح مقصر طالبان و این افراد مذهبی رو میدونن که این رو بهانه میکنن که حمله کنن به افغانستان. به افغانستان به اصطلاح حمله میکنن، دستور حمله داده میشه و این جنگ تا به امروز ادامه داره، تا همین چند روز پیش که آمریکایی‌ها شروع کردن به کشیدن سربازهای خودشون از افغانستان به بیرون، بقیه کشورها مثل آلمان و کشورهای دیگه که متحدانشون هستن اونها هم دارن این کارو میکنن. اینها اومدن الان افغانستانو حدود 20 سال که جنگ کردن و داغون کردند و کشتند و هر کاری خواستن انجام دادن، الان هم اومدن دادن دست طالبان، آدمکشای ماهر که معروف هستند، توی جنگ‌های قبلی نشون دادن چجوری آدم می‌کشن، الان هم هنوز نیومده سر کار شروع کردن و دارن خواهر برادر افغانی رو توی اونجا می‌کشن. حالا سوال اینجاست، این کار آیا درست است یا درست نیست؟ من یه فیلمی ویدیویی قبل از این گذاشتم که این کار باعث شده که به نظر من به نفع چینیا بشه، چون چینیا الان میان با اونا معامله میکنن و شروع میکنن به اصطلاح کارهایی که همون کارهایی که تو کشورهای دیگه میکنن، داخل میشن به عنوان اینکه ما میان کمک کنیم، میان قراردادهای طولانی مدت میبندن و اون کشور رو در اصل بیچاره میکنن با قراردادشون. این بهره هایی رو که به پولاشون میبندن یا قراردادهایی که میبندن طوری هست که اون کشوری که قرارداد باشون بسته با چینیا هیچ وقت از زیر این قرارداد بیرون نمیاد، همیشه مدیون و بدهکار چین خواهد موند. یعنی مستمره به سمت به طریق مدرن. سال 2011 جنگ سوریه رو شروع میکنن چون میخوان بشار اسد رو از کار بندازن، که تو این جریان هم مثل جریان کوبا موفق نمیشن، چون ایران و روسیه به کمک بشار اسد میان و بشار اسد الان هنوزم سر کار هست، بشار اسد و ایران حمایت دارن میکنن و در اونجا غرب میشه گفت شکست خورد، چون هدف اصلیش تعویض بشار اسد بود، دولت بشار اسد بود که موفق نشدن. اون زمان اومدن یه سری مذهبی رو که در داخل سوریه بود اینا تجهیز کردن، مجهز به وسایل مختلف کردن، تعلیمشون دادن توی جنگ و اینا، فرستادن سراغ ارتش بشار اسد که ایران و خودتون دیگه اینا رو بهتر میدونید، ایران و روسیه تا الان پشت سر اینا وایستادن، پشت سر اسد و اسد سر کاره و میشه گفت آمریکا شکست خورد، غرب شکست خورده تو این جریان، فقط جنگ و کشت و کشتار و تو فیلم که میبینید از سوریه چیزی باقی نمونده. جنگ سال 2014 جنگ اوکراین شروع میشه سر این جریان جزیره کریمه، میان میگن که به اصطلاح روسیه تجاوز کرده در صورتی که برعکس بوده، غرب میخواست اونجا رو ناآروم بکنه که چیزو بفرسته اونجا، این متحدانشون مال ناتو رو بفرسته اونجا که هم مرز روسیه بشن، که از اونجا بتونن روسیه رو به اصطلاح زیر نظر داشته باشن و موی دماغ روسیه بشن. روسیه هم این جریان رو میدونست، فهمید و اومد پیش دستی کرد داخل کریمه شد و از اون موقع گرفته و یه سری هم داره اونجا حمایت میکنه. فعلا ساکت، گاهگداری حمله میشه، جنگ میشه، چند نفر رو میکشن تو اونجا. هم تا الان من میتونم بگم که غرب شکست خورده، آینده حالا نشون خواهد داد آیا ناتو و آمریکا موفق میشن هم مرز روسیه بشن از طریق اوکراین یا نه، این رو آینده نشون خواهد داد. خب الان من خیلی کوتاه از زمان سال 1950 به اصطلاح جنگ کره شمالی و بعد ویتنام تا به امروز افغانستان رو خیلی کوتاه توضیح دادم که تمام این کارها غیر قانونی بوده و ناتو به اصطلاح خودشون میگن این حالت تهاجمی نداره، برای دفاع هست، دفاعی هست که اگر کسی به کشورهای غربی اومد تجاوز کنه اینها دفاع کنن. در صورتی که من الان توی اینجا نشون دادم توی این ویدیو
نه تنها دفاعی نیست این ناتو، بلکه تجاوزکار هست، تجاوز میکنه. همین که رفتن توی اوکراین، تو اونجا چه کار دارن اینها؟ یا اینکه همین که یوگسلاوی رو به اون روز انداختن تیکه تیکه کردن، ناتو بود، آمریکا بود، کی بود؟ این پس میشه تجاوز. توی هر جام که الان شما بخوای پای ناتو باز شده، و آلمان به خصوص که در جنگ جهانی اول دوم شروع کرده بود، شرکت داشت، باعثش بود که بعد از اینکه در جنگ جهانی دوم شکست خورد، یکی از صحبت‌ها این بود که آلمان دیگه به جای داخل نشه نظامی. الان آلمان هر جا ببینی هست. پس یعنی این تهاجمی هست و این حرفایی که دارن میزنن دروغه. ما در اصل جنگ نمیخوایم، مردم معمولی جنگ نمیخوان. مردم معمولی که به اصطلاح سیاستمدار نیستن، کارهای روزمرهشون رو انجام میدن، اینا آسوده میخوان باشن، میخوان راحت باشن، میخوان زندگی بکنن، میخوان با همسایه‌هاشون با هم راحت زندگی بکنن. چند نفری که اون بالا نشستن، ناتو هم درست کردن، تهاجمی در اصل، تهاجمی. اینا همش جنگ را میندازن، به فکر منافع خودشون هستن. ولی در خیلی جاها من نشون دادم تو این ویدیو، شکست خوردن، فقط آدم کشتن. 3 میلیون نفر تو ویتنام فقط کشته شده. هنوز که هنوزه اون ایجنت اورنج رو که انداخته بودن، مواد شیمیایی، هنوز داره میکشه، هنوز داره انسانهایی که درست به دنیا نمیان، عقب افتاده هستن، تولید میکنه. حالا در اینجا من کوتاه میخوام یک اشاره به چین بکنم. چین اگر بخواید الان با آمریکا و متحدانش مقایسه بکنید، به نظر من باهوشتر هست، چون به جای جنگ یک راه دیگه رو پیش گرفته. البته باهوش برای خودشون، منظور منو اشتباه درک نکنید، برای خودشون، برای ماها ضرره، برای ایران ضرره، ولی راهشون نسبت به غربیا میخوام بگم، میاد با قرارداد و پول دادن و اینها داخل کشور میشه و میتونه سالیان سال بمونه، مثل مستعمره اونجا رو اداره کنه، که داره هم میکنه، همین کارو میخواد با ایران بکنه. تمام صنعت اون کشور رو در واقع از بین میبرن، مثل ایران، که بتونن اجناس بنجل خودشونو بفروشن. خب پس الان اینجا کی باهوشتر، غربیا، آمریکا یا چینیا؟ به نظر من چینیا. کارشون هم درسته، بازم تکرار میکنم، برای خودشون، برای منافع خودشون، نه منافع ما. الان شما داخل ایران بشید، ایران یه مثاله، کشورهای تمام کشورهایی که چین رفته همینه، میان صنعت اصلی رو از بین میبرن. توی ایران الان هیچ چیزی تولید نمیشه، در واقع همش داره خریداری میشه. اگه 80% ما جنس بخریم، 20% شاید تولیدات داریم، اونا هم داره هر روز از کار میفته، از ماشین سازی گرفته تا دسته بیل از چین دارن داخل میکنن، همه وسایلشو، لوازم یدکیشو، که خیلی دسته بیل که تو ایران میتونه ساخته بشه، از چین دارن میارن. مهر نمازشون که به اصطلاح میگن مسلمونیم، از چین دارن میارن. این الان سیاست چینه که به نظر من خیلی خیلی بهتره برای خودشون. در هر صورت کار ناتو رو من در اینجا توضیح دادم، کار آمریکا رو جنایات میخواد بهش بگید، تجاوز، کار غیرقانونی از سال 1950 تا سال 2021. حالا راه چی هست؟ به نظر من کشورهای مثل افغانستان، ایران، اینها ملت‌ها، این نظر من هست، امکانش هم هست، منتها سیاستمدارای ما این امکانات رو نمی‌بینن. باعث تأسف هست، راه خیلی خوبی هست. من سعی کردم به بعضی تشکل‌ها توضیح بدم، متأسفانه نمی‌خوان اصلا گوش بکنن. ملت افغانستان، ملت ایران، اینها رو با هم بیارن، با هم بشن، همه با هم بر علیه این چند هزار نفر جمع بزنین. اینهایی که تو ایران هستن، توی افغانستان هستن، شاید 50,000 نفر هم نباشن که باج بگیر هستن، دارن آدم میکشن و مردم ایران و افغانستان رو به گروگان گرفتن. الان هم این جنایاتی که داره توی افغانستان انجام میشه، باعثش ناتو و آمریکا هست، سرکردهشون آمریکا هست، که به دست این طالبان و بقیه کشته میشن. افغانستان هم در ضمن ساکت نخواهد شد. افغانستان چون گروه های مختلف غیر از طالبان وجود داره، الان میفتن تو جون هم، مثل القاعده، مثل اون ای اس، اینا میفتن تو جون هم دیگه، چون موضوع پوله، موضوع قدرته، نه موضوع افغانستانه و نه موضوع کمک به مردم هست، موضوع دین اسلام هم نیست. از این طریق مردم ساده لوح و ازشون سوء استفاده میکنن، همین کاری که رژیم ایران داره میکنه تو افغانستان هم انجام شده و انجام خواهد شد. یعنی افغانستان روی خوش توی آینده نخواهد دید و مردم بیشتری کشته خواهند شد. همونطور که گفتم راه هست، اینا باید متحد بشن و با هم کار کنند.
راجب این که آیا آمریکا بازنده بود یا برنده است تو این کاری که توی افغانستان کرد، به نظر من بازنده است از یک نظر. اینجا رو اگر الان نجنبند میفته دست چین، یعنی استفاده واقعی رو چینیا خواهند برد. میان قرارداداشون رو مثل ایران امضا میکنن و کارهایی رو که میخوان بکنن و انجام خواهند داد. در ضمن چین رو هم این طالبان نمیتونن ناامن کنن. همونطور که تو ویدیو قبلی توضیح دادم، برید ببینید 60 70 کیلومتر اینا همش مرز دارن با چین. اونجا رو چین میاد فوقش دیوار میکشه، مثل خود آمریکا، مثل ترکیه که مابین ترکیه و ایران مرز کشیده. راهو میبنده، کاری نمیشه. در ضمن راجبه مرز ترکیه هم تو ویدیو قبلی توضیح دادم، برید ببینید. این دیوارو میگن به خاطر افغانی ها و نمیدونم مواد فروش ها و اینا کشیدن که نتونن از مرز ایران بیان داخل ترکیه بشن. فقط به خاطر افغانی ها نیست، به خاطر ناآرامی هایی هست که در آینده در ایران خواهد بود و خیلی از مردم در خواهند رفت. میخوان با این دیوار کنترلش کنن که هر کسی نتونه داخل ترکیه بشه، یعنی حتی ایرانی ها نتونن وارد بشن. منتها اسم افغان ها رو برای اونجا برداشتن و استفاده کردن و اسم آدم های مذهبی رو اینا. به خاطر اون فقط نیست، به خاطر ایرانی هم هست. امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد. سعی کردم دوباره به زبون خیلی ساده توضیح بدم. به این خاطر گاهگداری اشتباه میکنم، هی باید مکس کنم که لغت های سیاسی یا قلمبه و سلمبه استفاده نکنم که کسی متوجه نشه، چون ویدیوهای من برای مردم معمولی هست که بفهمن، درک کنن. کسی که پنج کلاس هم سواد داره میخوام متوجه بشه. دلیلش این هست، وگرنه از اون لغتهای سخت استفاده کردن که کسی که تحصیلات نداره متوجه شاید نشه، کاری پس من انجام ندادم اگر نتونم منظورم رو برسونم. به این خاطر ببخشید اگر گاهگداری مکس میکنم که لغت فارسی و درستش به نظرم برسه و بهتون توضیح بدم. همتون رو به خدا میسپارم.